Τώρα είχαμε επιβάλλει και τα αρχικά στοιχεία μοδολό με μονάρο αρχάνικο με μοαρή για τα σημεία με μοαρά αυτά. Θα είναι σε σειρά κούτσος μάρτε βανάχα η μοαγγελό η γιόνιστα του χανιτσίου. Βα στοιχεία στους αγγελών ήσουν μικρά πατερνά γνωστή και ας ταζάρ زیبایی شناسی و هنر در حضرت نگاهی دارن با آثار استاد البته در مورد بیوگرافی استاد فیلم ها ساخته شده از جمله جناب ماهیچی دوستان دیگر در دوستان شهروند و همه جا از استاد سیمون گفته شده بسیار امشب سعی شده که از دیدگاه هنری یک مقدار متفاوت با آثار ایشون نگاهی داشته باشند این دوست عزیز معمار محمد سرگشته شو پرگار مشو نقطه دل سرگشته شو پرگار مشو نقطه دل بین معبود تو در مرکز این دایره پیدا از صبح حقیقت شب باطل به گریز چون مهر برایت عمل شبپره پیدا در چشم هنربین هنر و عیب عیان است در چشم هنربین هنر و عیب عیان است صراف هنر را سره از ناسره پیدا جناب علی شکلی به افتخارشون در باره مرد مانگان با درود فراوان به روان پاک سیمون و همه عاشقان ایران و خدمتگزاران به هنر و فرهنگ ایران و سپاس از آقای دکتر اسماعیل زاده که از بنده خواستند در این برنامه که نامش سخن عشق است در مورد بزرگمردی که عاشق هنر و فرهنگ ایران آریایی بود سخن عشق را آغاز کنم و من نه در مورد بناهایی که ایشون ساخت و یا نقاشی هایی که کرد بلکه در زمینه تأثیراتی که در تمامی زمینه های هنری هنر معاصر ایران گذاشت و به اعتقاد من بر اساس دلایل و مدارک مستند و مستدل نقطه عطفی در هنر و فرهنگ معاصر ایران زمین ایجاد کرد فقط به صورت فهرستوار اشاره داشته باشم بدون تردید بررسی تحقیق و کاوش در نگرش سیمون به هنرها نیاز به همیاری و همکاری هنرمندان هنرشناسان و اندیشمندان دارد که در جهت شناخت خط سیمون در هنر و تأثیراتی که بر هنر معاصر ایران داشت در سمینارها و کنفرانس‌ها و برنامه‌های در آینده بپردازد و امیدوارم این کار آقای دکتر اسماعیل زاده عطار شهر ما سرآغازی باشد برای این امر مهم سیمون که در خانواده هنر به دنیا آمد و نوای دلنشین موسیقی اصیل ایرانی از لحظه تولد که توسط مادرش و داییش احمد عبادی در گوشش تنی انداز بود به نقطه و خط اعتماد داشت نقطه را به عنوان شروع و آغاز و خط را به عنوان امتداد حرکت در زمان تا رسیدن به نقطه مطلوب می‌دانست. قاطعیت سیمون در تمامی زمینه‌های هنری و قضاوت سریع و سریع رو از شناخت هوشیارانه و آگاهانه‌اش در هنر داشت. شناخت سیمون از تناسبات طلایی عامل مهمی بود که نه تنها این تناسبات را در تمامی آثارش به عنوان پایه کارش قرار می‌داد و به کار می‌برد بلکه به همه دانشجویان این امر مهم را آموزش می‌داد که هنر دو بال دارد و با هماهنگی این دو بال است که می‌تواند انسان را به اوج تعالی برساند یکی بال زیبایی
که بر منطق احساسی انسان مستوار است و دیگری بال علمی که بر منطق ریاضی و عقلانی انسان مستوار است. سیگون هنر را تنها برای لذت بردن انسان ها نمی دانست، بلکه هنر را برای به خود آمدن انسان ها و درک واقعیات زندگی می دانست و معتقد بود هنر باید وسیله ای باشد برای نزدیک کردن دل انسان ها به یکدیگر. سیگون پس از تحصیل در دانشگاه تهران و بوزار پاریس و دریافت عالی ترین درجات در رشته معماری، پس از اینکه به ریاست دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رسید، نیاز و هدفهای متعالیش را در هنر ایران به مرحله عمل درآورد. یک، با بنیان گذاردن رشته های موسیقی، تئاتر و سینما و شهرسازی، دانشگاه تهران را مدرنیزه کرد و آنچنان تأثیرات عمیقی در این هنرها به وجود آورد که امروز شاهد وجود ستاره های درخشان در موسیقی ایران هستیم که تعدادی از این بزرگان در ونکوور و در این جمع حضور دارند، مثل آقای کامبیز روشندوان، آقای پرویز نزاکتی، آقای بهروزینیا، آقای هنری و بزرگان دیگر که بردن نامشون وقت میخواد و زمان میخواد، و بزرگان دیگری چون پرویز مشکاتیان و لطفی. سیگون با برگزاری کنسرت و رسیتال در آمفی‌تئاتر دانشکده هنرهای زیبا به صورت هر هفته با شرکت ارکستر سمفونی از ایران تا بقیه کشورهای جهان و شرکت بزرگترین و هنرمندترین موسیقیدانان ارتباطی تنگاتنگ بین موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی کلاسیک و با ارزش سایر نقاط جهان ایجاد کرد و با گذاردن این قانون که دانشجویان بتوانند مجانا در این کنسرت‌ها حضور داشته باشند، در شرایطی که موسیقی مبتذل پاپ غربی در ایران در حال نوز و تخریب موسیقی اصیل و با ارزش ملی ما داشت، ذهن دانشجویان را که سازندگان آینده ایران بودند به میراث با ارزش موسیقی اصیل ایرانی با نگاهی به موسیقی با ارزش جهان در جهت توسعه و تکامل موسیقی اصیل ما محدود کرد. این تأثیر آنچنان بود که فقط به یک نمونه کوچک اشاره میکنم. سیما بینا که دانشجوی رشته نقاشی و همدوره بنده بود، با الهام از نیاز سیمون دست به جمع آوری و بازخوانی ترانه های محلی و فولکلور ایرانی زد و در این راه تشویق و حمایت سیمون پشتوانه کارش بود. در معماری که رشته اصلی سیمون بود، آنچنان تاثیرگذار بود که امروز شاهد معماران ایرانی در زمره بهترین آرشیتکت های جهان هستند. سیگون با پی بردن و شناخت نسبت به گنجینه های با ارزش معماری که در اقصانوقات مختلف ایران وجود داشت که برخی از آنها تا آن زمان شناخته شده نبودند، دست به ابتکاری بی‌بدیل زد. رولوه و نقشه برداری بسیار دقیق از این آثار را به عنوان پروژه تحصیلی دانشجویان سال اول قرار داد و با این کار باعث نتایج بسیار مهمی در زمینه هنر معماری و موارد دیگر شد که به ترتیب اشاره می‌کنم. یک، با تهیه نقشه‌های دقیق که حتی یک آجر ترک خورده را در مجموعه نشان می‌داد، انجمن حفظ آثار باستانی را که خود از اعضای آن بود در تعمیر و مرمت این بناها کمک می‌کرد. دو، با مسافرت دانشجویان به شهرها، دهات و نقاط مختلف کشور، دانشجویان را به آداب و رسوم و فرهنگ و هنر بومی ایران آشنا می‌کرد. سه، برخورد و تقابل اندیشه دانشجویان در طول چند روز یا هفته اقامت در شهر یا ده با جوانان و ساکنین آنجا انگیزه و اشتیاق آنها را برای تحصیلات آکادمیک زیاد می‌کرد. و وقتی دانشجویان که گاهی در سفرهای پژوهشی با حضور خود استاد سیمون ساعتها در نقطه نشسته
رزنماهای مفتر یا خانه یا بنای قدیمی طراحی میکردن، آنچنان ذوق و اشتیاقی در نوجوانان و جوانان به وجود میآمد که به تحصیل در این زمینه ها علاقمند شوند. چهار، در شرایطی که معماری مبتذل قدیمی که تحت عنوان متفاوت بودند میرفت که اساس و پایه معماری با ارزش سنتی ایران را تخریب کند و جایگزین آن گردد، نگرش موشکافانه دانشجویان معماری که سازندگان معماری نوین آینده ایران بودند را به گنجینه بی همتایی که داشتیم و قدرش را نمی‌دانستیم معطوف کرد. معماری که شکوفایی‌اش در دوران ساسانی به اوج رسید و اولین و بزرگترین طاق جهان در ایوان مدائن ساخته شد و پس از آن معماری اسلامی توسط معماران بزرگ ایرانی پایه‌ریزی شد و شکل گرفت و سپس این معماری از ایران به ترکیه و بیزانس و نهایتاً به اروپا رفت. در زمینه تئاتر و بازیگری که ایرانیان سابقه چند هزار ساله داشتند و پس از حمله اعراب به ایران بازیگری هم مثل سایر هنرها ممنوع شد و ایرانیان مبتکر و خلاق با خلق تعزیه و در قالب فرمی تازه مجدداً هنر تئاتر و بازیگری را شروع کردند، سیهون با علاقه فراوان و حساسیت نسبت به هنر هفتم با وجود مشکلات و کارشکنی‌های فراوان رشته تئاتر، سینما و بازیگری و کارگردانی را در دانشگاه تهران بنیان گذاشت و با دعوت از بزرگان این هنر مثل بهرام بیضایی و دیگران با باعث سرآغاز فصلی نو در هنر هفتم ایران شد که امروز شاهدیم بالاترین جوایز فیلم و سینما و بازیگری در بزرگترین فستیوال‌های جهانی از آن هنرمندان ایرانی می‌شود و برای ایران عزیز افتخار می‌آفریند. چند سال پیش عزت‌الله انتظامی اسطوره تئاتر و سینمای معاصر ایران که جادوگر صحنه لقب گرفته، پس از برنامه بزرگداشتی که در ونکوور برای ایشان برگزار شد، شب در منزل آقای دکتر اسماعیل‌زاده حضور داشتن و بله از ایشان که در اوج شهرت نیاز به سوال در اوج شهرت نیاز به تحصیل در رشته تئاتر و سینما را احساس کرده بودند و در دانشکده هنرهای زیبا ثبت نام و تحصیل کردند و فارغ التحصیل شدند، از ایشون من سوال کردم استاد مهندس سیهون با ایجاد رشته تئاتر و سینما در دانشگاه تهران که شما در اون تحصیل کردید در پیشرفت این هنر تا چه حد مؤثر بودند؟ و ایشان در جواب گفتن مهندس سیهون در پیشرفت به تمام هنرها بسیار مؤثر بودند و ایشان استاد همه هستند. شاهرخ مشتقلم که فارغ التحصیل رشته تئاتر و تاریخ هنر از پاریس است و در نمایش‌های فراوان بین‌المللی از قبیل رومئو و ژولیت نقش آفرینی کرده و به طراحی و خلق رقص‌های معروف قاصدک، رویای شب‌های ایران، هفت شهر عشق نظامی گنجوی و غیره بوده، با پشتوانه تحقیق و مطالعه در موسیقی، عرفان و رقص‌های فولکلور و محلی کشورهای خاورمیانه به طراحی و خلق رقص اسطوره‌ها پرداخته. پس از اجرای موفق این رقص در کیمینگ سنتر در وست ونکوور در مصاحبه‌ای که بنده با ایشان داشتم و در نقل هنری کار ایشان که در مجله دانستنی‌ها در 21 سپتامبر 2007 چاپ شده، ایشون با قاطعیت به من گفتن که همانطور که دیدید در بکران صحنه‌های این رقص تصاویر نقاشی‌های استاد سیهون قرار داشت و من با اینها از نقاشی‌های قلم و مرکب سیهون که خط با حرکتی اعجاب‌انگیز و با یک نوع توازن موسیقیایی آنچنان با نظم و زیبایی به حرکت در می‌آید و با طی کردن مسیرهای طولانی با هماهنگی با یکدیگر به نقطه اول برمیگردند،
که به من این الهام را داد که به خلق رقص اسطوره ها بپردازم. و من باید بگویم که این رقص زیر بنای عرفانی نیز دارد و یکی از شاهکارهای اوست. در خاطر باید عرض کنم که دو فرزند خلف سیحون، مریم سیحون و نادر سیحون، زندگیشون رو وقف اشاعه هنر ایران کردن و رسالتی رو که پدر بزرگوارشان بر دوششان نهاده با جان و دل در راهش میکوشند. نادر سیحون که پس از درگذشت معصومه سیحون نقاش بزرگ معاصر، گالری سیحون در حال از بین رفتن در ایران بود، با وجود مصائب و مشکلات فراوان زندگی و رفاه در فرانسه را رها کرد و کمر به خدمت هنر ایران و از فراهی ایران شد و گالری سیحون رو در تهران زنده نگه داشت. و میدونیم که گالری سیحون در تهران در حال بسته شدن بود و همینطور محصول دختر ایشون خانم مریم سیحون که گالری سیحون رو در کالیفرنیا اداره میکنن و واقعا با ویژه مشکلات فراوان این کار رو انجام میدن و من انتظار دارم هموطنانم در ایران و یا در همه جای دنیا این دو نفر رو حمایت بکنن به خاطر اینکه واقعا به هنر ایران دارن خدمت میکنن. در خاتمه من یک شعری رو که روز درگذشت استادم سرودم براتون میخونم. سیحون بر تاروک معماری ایران تو درخشیدی و رفتی، ای جلوه جاوید هنرهای معاصر. تعلیم چو دادی تو به صورتگر و بازیگر و معمار، میراث هنر بر همه بخشیدی و رفتی. نه عقابم نه کبوتر، اما تند جان آیم